وزارت خارجه حکومت موقت پاکستان میگوید که پاکستان تلاشش را برای حفظ روابط مثبت با افغانستان انجام داده است. رسانه‌های پاکستانی به نقل سخنگوی وزارت خارجه این کشور نگاشتند که سیاست خارجی پاکستان ثابت بوده و این کشور خواهان روابط دوستانه با افغانستان است. جوی پالیسی سیاست پاکستان درباره اخراج مهاجران غیرقانونی مسئله جهانی نیست، بلکه این حرف یک قانون است و در تمام دنیا قانون مهاجرت وجود دارد و در پاکستان هم قانون مهاجرت وجود دارد که کسی خلاف این قانون مهاجرتی عمل کند در برابر آنان مطابق قانون پاکستان مجازات وجود دارد. در همین حال وزیر خارجه پیشین پاکستان در واکنش به اخراج مهاجران افغان از این کشور میگوید که در سیاست دولت موقت پاکستان برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی افغان از این کشور وضاحت وجود ندارد. زمانی که ما درباره افغانستان صحبت می کنیم، پس باید سختی بر طالبان پاکستانی بیاوریم، سختی را بر هراس افغانان بیاوریم، آنان که بر اداره ما و حوزه پلیس ما حمله می کنند، باید به دنبال آنان برویم، باید بین مردم عادی و هراس افغانان تفاوت قائل شویم. امارت اسلامی نیز تصمیم پاکستان درباره اخراج مهاجران افغان از این کشور را عجولانه خوانده و میگوید که این تصمیم برای مردم و حزب‌های سیاسی آن کشور قابل پذیرش نیست. فیصله که در پاکستان به گونه عجولانه شد در مورد مهاجرین، به یقین گفته میتونم که نه به ملت پاکستانی گپ درست بود و آنها هم جگرخون شدند و نه هم طبق میل اعصاب سیاسی و چهره‌های سیاسی و عموما پاکستانی‌ها بود. با این حال سازمان عفو بین الملل یک بار دیگر از حکومت موقت پاکستان خواسته است تا اخراج مهاجران افغان از این کشور را بیدرنگ توقف دهد. در خبرنامه این سازمان آمده است که پاکستان از اخراج مهاجران افغان از این کشور به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کند. ما خواستار توقف آنی هر گونه اخراج اجباری مهاجرین افغانی از پاکستان هستیم. شمار زیادی از کسایی که با اخراج اجباری روبرو هست، کسایی هست که بعد از سقوط حکومت قبلی افغانستان را ترک کرده. با گذشت 11 روز نگرانی از اخراج مهاجران افغان از پاکستان همچنان ادامه دارد. نانسی دنت معاون بخش آسیا در کمیته بین المللی نجات و وزارت خارجه ناروی نیز در صفحه کاربری ایکسش خواستار شناسایی و پشتیبانی از مهاجران افغان آسیب پذیر در این کشور شده است.